بخ رفت. نرفت؟ بله. سوخ ها؟ حالا التماسش هم بکنه دیه نمو خونه. آه خوبه خوبه خوبه. دیه خوبه. صدا وسط خونه ته. باشو بازمانی صد دیر شده. باشو تا فلک نشدی امتحان داری باشو. چته تو؟ دیوونم کردی بگیر بخواب دیگه. چرا شب تا صبح نمخواب دو سری صدا میکنید و نمیذارید همسایتون بخوابم؟ چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم. شد. چی رد شد؟ نوبت نوبت چی رد شد؟ بابا نوبار بری دیگه. میدونم وقتت کنسل شد بابا. من خب بعد این همه سال دیگه تو مرکز اینقدر رایت بار دارم که یکی دیگه وقت میگیرم. با آقا جلال صحبت کردم تا زمانی که درمانتون تو مرکز ما طول میکشه بمونید اینجا تو همین خونه. اون گرامافونه بابا تو ورده بیاد. گرامافون برشتی چی؟ دورسا گول دادم تعمیرش کنم. من نمیفهمم واقعا یه همه ولخرجی لازم بود. همین که آقا مظفر گرامو خونده بود درست که دو سعی و سال برگرد و برای اصخایی بس بود. ولخرجی یعنی چه؟ اتفاقا کارت با کلاسیه. کار با کلاسیه؟ اصلا لزومی نداشه که ولخرجی بکنم مادر. تازه تو اوضایی که تو میگی از تو پوکیدم. وضع خوبی ندارم. چه کاریه؟ حالا کاشکلا خل زحمت میکشتن یا تا گلدون گل حسن و یوسف میوردن که موندگار باشه. نه این گلی که دو روز خراب میشه. حیفه به نظر منم پول حروم کردنه. اما شعله که هرس مخوره. من 4-5 تا دونه گل آنتوریوم و 5-6 تا هم گل روز. حالا گل روز هم دونه 70 تومن. ته تهش بشه 34 تومن. 34 میلیون کمه؟ با 34 میلیون میشه گرینج کاری یک کسی رو باز کرد تا کار خیر انجام داد. یا تا تک جاز خوبه شد؟ یا تا هوان برنج خوبه شد؟ هوان 4 میلیون تو من؟ بله هوان. حالا هوان دولش کنه. شما قیمت گل روز از کجا میدونی؟ کی یو کجا او برای کی گل خریدی که ما خبر نداره؟ آقای پوارو چیزی وجود داره به نام اینترنت. توش قیمت همه چی هم وجود داره. در ضمن من برای کسی گل نمیخرم ولی تو پیشنهاد میکنم بخری، چون دیگه گل کردن توی باغچه و پارک و نام دادن و نام موشک کردن دیگه بره دور 50-60 بود، تموم شد. دروغ بگم؟ من دروغ بگم؟ سوس بپاشم تو صورت؟ بابا بس کنه. چی قدر بگو مگو بیکش بس کرد؟ چیز تا بخور. آرزون بودن یه رو صبح این دو تا هم نپرم. داشت تا شیر چیز؟ نمیدن تا صبح اونگه بخوریم. این گل من دستش نکنه ده. بعد از رو میخیم خود معلم رو بریم یادت بابا یکی دانش آموزا. حیفه گل بندازن دور اسراف میشه. براش میبریم خوشحال میشه. کاشکی حالا دیه یه تا ذره شما دو تا بزرگ می شدید. کم بابا تو اصاب خوردی نداره صبح اول صبح شما میشید سوخان روحش. یه تا لقمه نون نمیذاره صبح اول صبح بدبخت بخوره میخواه بره سر کاره. حالا این دست گل واقع هسته 4 میلیون؟ نمیدونم ازشون بپرسید. لا 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 مهربونی بفرما معلم. بیا حلیم بزن روشن شی. خودت گرفتی؟ سرخیز شدی آقا مظفر. من سرخیز بودم چون خیزم زیاده همیشه. مظفر صبح علت طلوع بازار نره بازار بی اعتبار میشه.
وقت این بازار شما چطوره که 2000 تازه شروع به کار میکنه تا 2.5 شب؟ سیستم کاری ما با شما فرق داره معلم. من به حالت درازکش چشا کاملا بسته با یه زنگ تون تون تخمه انبار به انبار میکنم. تا شما پات به مدرسه نرسیده با 2 زنگ بازی میلیارد میلیارد من جا به جا کردم. به این میگن مدیریت از راه دور. مدیریت از راه دورم نکنی آقا مظفر و میلیارد میلیارد جا به جا نکنی. بازم برای ما عزیز. اراده. سلام. سلام گلچن خانم. کلن بگم آدم هایی که از تو پکیدن هزاری هم بخوان ظاهر سازی کنن و نشون ندن که از تو پکیدن و خرج و خارج بالا ببرن و گل بخرن اینا بیشتر از تو میپکن. آدم با اندازه دستش باشه. آیه زیر دیپلم بگو ما بفهمیم چی میگی آخه. پکیدن چیه؟ گلچن خانم بفهم ببخشید. خودتون گرفته؟ دست شما درد نکنه دیگه. یه جوری میگیم خودتون گرفته. انگار یه تنبل همین جوری نشسته یه بیخواب خسته. خانم بدن رو نگاه کن خودمون گرفت. این چه حرفیه میزنید آقا مظفر؟ دستتون هم درد نکنه. راستی بابت گرامافون درستش کردید. گل خیلی قشنگی هم خریده بودید. ولی به قول آقا جلال ما اصلا راضی به زحمت نبودیم. ایقا خودتون رو بندازید تو خرج. او زنگ زدم. ممنون. خدا حافظ. مرزم دیر شد. حالا چی کار کنم؟ نام دونم نازی خانمو بچه خوابه هنوز؟ با درسه رفتم ورزش مثلا که چی رژیم رو شروع کردن خواستم مارم بکشن ولی ما با یه حلیم پیچوندیمشون. بعد از مظفر حلیم نفس نازی. نازی خانم خب ماشالله چاق نیست رژیم میخواد چکاپ کنه. چاق نیست ولی فکرش چاقه. فکرش؟ نه فکرش گنده استیه. بابا توطئه کرده بود با علف و یونجه ما رو لاغر کنه. اگه مظفر مظفر شده نبض تپنده بازار به خاطر انحنای شکمشه. اینا هم که دو کفتر عاشق هنوز خوابه. میبینی؟ دارا! خانم وکیل! دستتون درد نکنه ببخشید. صبح بخیر! تعبیر خوابمو تو اینترنت پیدا کردم. نوشته که یعنی بی‌توجهی و سرد شدن روابط زناشویی و به خطر افتادن آن. سرد شدن روابط زناشویی و به خطر افتادن آن. به خطر افتادن آن. همینه. اصلا منشأ تمام بی‌توجهی ها و سرد شدن روابط زناشوییمون همینه. اینجوری هم به من نگاه نکنا. مگه دروغ میگم؟ تو اصلا بخوای به من توجه بکنی فرصت پیدا نمیکنی. بابا چیکار به این داری؟ این گوشی من به درآمد ماست. من باهاش پول در میارم، پکیج موفقیت میفروشم، بلیط استادیوم خرید و فروش میکنم. قد نشناس نباشه آخر شدم. وسط ماشین بازی داری پکیج موفقیت میفروشی؟ ما خودمون مظهر عدم موفقیتیم. تو چجوری پکیج موفقیت میفروشی؟ من نمیفهم. تو دخواه یه گیر علکی به من بدی. امروز یه چیزی شده ها. تو هم فهمیدی؟ وای منم خودم همینجوری حس میکنم. اصلا احساس میکنم یه چیز اتفاق عجیبی داره میفته. انگار افسردگی بارداری گرفتم. وای اصلا نمیدونی یه حس عجیبی دارم. اصلا احساس میکنم توجه خونم کم شده. دلم میخواد بهم توجه بیشتری بکنی. مامانت اینو بیشتر بهم توجه. اصلا همه بهم توجه کنن. برم مرکزهای خرید بگردم. واسه خودم همینجا الکی از این مرکز خرید به اون مرکز خرید. چرا الکی بریم مرکز خرید؟ بریم اون تو خرید کنیم. خرید رابطه های سرد رو گرم هم میکنه. ما هم میگیم. برم آماده شم. بیا یا با لنگ کفش بیام از خواب بیدارت کنم. نرم آماده شم. حوصله‌اش سر رفت. خانم وکیل. خب منم حوصله‌ام سر رفت. من افسردگی بارداری گرفتم. دارا. سلام. به به بفرما. گود مورنینگ. حلیم نتلویده مراده. بیا خوشگل پسر. بیا. بیا ایزا. سلام. ایزا یه شکم خواهم. سلام. پای شادما. ببینم با خرسای گریزلی تو خواب داری رقابت میکنی ها؟ پاشو بیا حلیمو بخور الان مامانت اینا میرسن زودی باید بری. کجا باید بریم؟ قول و قرارمون چی بود؟ کویر دیگه. ها؟ کویر. من کویر رو مثل کف دستم بلدم. اگه تو هم دعوتی. دعوت خونه. ولی گفتم اگر تور لیدر لازم داشته باشد منم بیام.
آخه کبیر رفتم بدون اینکه راه بلد خیلی کار سختیه، مخصوصا شب وقتی هوا تاریک میشه. آقای دلواپس، ما زود از خواب بیدار نشدیم که بیشتر از قبل شما رو رویت کنیم. زودی داریم میریم کبیر که به گرمای زور نخوریم و سیاهی شب. بزن روشن شی. بعدشم الان تو کویر هر گله گله که راه میری کمپ گردشگری زده. اون مال 100 سال پیش بود که آدم میرفت تو کویر گم میشد سراب میدید. عارف یه کارت دارم. آره در برو آویزون. میشه تو مسائل شخصی من دخالت نکنی؟ مسائل شخصی جناب لیدر آبی رو خانواده ما رو میبره. محض اطلاع بگم هیچ دختری حتی زایته‌ای نشون از اینکه یکی پسر مدام جلو چشمش باشه تو دست پاش باشه خوشش نمیاد. آره فوق اینکه غرور داشته باش، اگه خودت هم غرور نداری به خاطر آبرو خانوادم که شده یه ذره سر و سنگین باش. آخه مردی که سه بچ یک آویزون. من از صدات نمیشنوم، هیچی نمیاد صدا. میخوای بفهم میخوای نفهم؟ نه که بره تو بگم، من بره خودم بگم که پسور دختره یه لوس و نور بره من شاخ نشه. اگه میخوای که دختر مثل پروانه دورت بگرده، آره فوک یه ذره سر و سنگین باش، یه ذره کمالی کن. همی اصلا خانم بیا حلیم شیرین بزن شیرین شی. ممنون، من چیزای شیرین دوست ندارم. منم مثل شما هیچ چیز شیرینی به جز قطاب دوست ندارم. مربا، شکر، عسل. مثلا من الان خودم حلیم مایی نمک میزنم، با نمک میخورم. برای همین انقدر با نمکت. این جلال باید صبر میکرد بچهاش بزرگشم بعد اسم روشون بذاره. تقصیر آقا جلال نیست که ثبت احوال اجازه نمیده. اگه اجازه میداد اسم بچه‌شو اینو میذاشت زهرما، بعد میگه زهرما رو بابا. زهرما رو بابا. زهرما رو زهرمار. خوابم چه زود تعبیر شد؟ نه با تو نیستم اصلا. بابا اون آقا جمالو بده تا درسا نایمده. درسا هم مامان کشن. رفتم ورزش صبحگاهی. من جیم شدم. ببین خود جیم شدن یه نوع ورزشه دیگه. تحرک توشه. خب بابا ورزش نکن لاغر. شما اینجا گوگلی پشنگی. بله، مقوله ورزش و نرمش. بله، بسیار مقوله مهمیه. بله، هوا پاکه. بله، لذت میبره آدم که پارکای با هوای پاک میره ورزش میشه. شهرهای بزرگ بله. آلوده هم بله. هست. بله بله. در چه روزمون؟ نمیدونم. صبح بخیر. به به، صبح بخیر. شما هم تشریف برده بودیم ورزش؟ بله، من اگر یه روز ورزش نکنم همه یک کلام برهم ببنده. ماشاءالله. شما کجا میریم ورزش؟ پارک تایی کوچه. پارک تایی کوچه. خب که الان پارک تایی کوچه بودیم، چرا شما رو زیارت نکردیم؟ من روزا قبل میرفتم. خود از محیط خسته شده بودم، گفتم ول کنم تو کوچه. اتفاقا من خودم روزای قبل پارک تای کوچه من ورزش میکنم، شما رو مشاهده نکردم. شما هر روز اینجا ورزش میکنی؟ بله بله، بنده چون تازه اومدم این پارک تای کوچه از همه جا نزدیکتره. قبل مدرسه میرم یه ورزشی میکنم. من شعارم اینه، ورزش بکن ورزش بکن ورزش کن. آفرین. ببین این ورزش باعث میشه که تو روحت آرامش ایجاد شه، بعد به روح بچه‌ها آرامش
چی جاشه، تو روی همکارا، تو روی معلم‌ها، تو روی همه، اصلا تو روی همه، تو روی همه. خب دیگه ما بریم تو، بیشتر از این مزاحمش نشین. تو همین الانم خیلی وقتتون رو گرفتیم. دوستا خانم بذار من ببرم داخل. لازم نگرفت. خیلی بفرمایید. دست شما درد نکنه. گفتید من خریدتون رو براتون انجام میدادم. آقای مدیر لطف کردن تمام مغازه‌های این دور و بر به ما نشون دادن. مغازه‌های زیبای صنایع دستی هم به ما نشون دادن. راستی یادت باشه که به سوده بگیم با هم دیگه بریم این دور و بر. با یار مامان بریم. بنده انجام وظیفه کردم. بالاخره من چون خودم اول که اومدم ناآشنا بودم. حس ناآشنایی رو خوب درک می‌کنم. ببینین من روزی که مستقر شدم اینجا اومدم همه کوچه‌ها رو گشتم. رفتم این ور، رفتم اون ور، سوراخ سنبه ها، مغازه ها، همه چی رو یاد گرفتم. خلاصه اگر کاری چیزی بود، کاری داشتین جایی به خودم بگیم. دیگه بالاخره شماره ما هم که دارین شما. ممنونم. میگم شما تشریف بیارین، یه چایی، یه قهوه، یه چیز در خدمتتون بشین. دیگه خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. بعد برم مدرسه، برم این لباس عوض کنم و بریم سراغ مدیریت مدرسه. ان شاء الله. حالا ما شاید فردا هم باز بیاین ورزش. به به، هر روز ورزش. بنده خدمت میرسم. هر روز ورزش. باید. هر روز ورزش. داخل دیگه. نه، تشریف میارم بیرون. پدر چطوره؟ خوشحالی. میگه قرار بوده حالشون بد باشه؟ نه، تا جایی که ما دیدیمشون حالشون خوب بود. ایشالله که همیشه حالشون خوب باشه. میگم که این فامیلاتون تا کی از هستن؟ چطور مگه؟ همینجوری. میگم این دورسا خانم مجردن؟ سب کن میدم چرا این سوالو میپرسی؟ همینجوری. به نظر انسان جالب و خوش سفری میاد. تو همین ساعتی که رفتی ورزش همه اینا رو فهمیدی ها؟ بله بله، بنده آدم ریزبینی هست. ریزبین؟ ما چه میدونم تا کی هستم. سلام برسونی. ورزش بکن، ورزش بکن، ورزش بکن. بابا تو این سرمایه لباس تنهایی نمی کنه، سرمو می کنه، سینه پهلو می کنه بچه. بابا سوده جونم، من برای آقا جمال با لباس های مختلف اتود می زن، ولی نه دیگه بچه گونه. با من سن آقا جمال رو بیشتر بابا در نظر گرفتم. نه اشتباه کردی، اصلا سنشو بیار پایین. الان بچه منم به دنیا میاد یه همبازی داشته باشه دیگه. بچه من دوتا بابا بزرگ توپ داره که هیچی براش کم نمیذارن. مگه نه بابا جور؟ دنیا بیاد با خودم میبرم، با هم میریم حلیم میگیریم، حلیم میذارم گنش کتو کتو یه بابا منم که رژیم هم کدو کدو یه منه، بچه یه منه، فداش بشام منه، قروش بشام منه، جیگر تلو یه منه، اصل و بلو یه منه، بشه یه منه، بشه یه منه. پاشو پاشو، خسته شدم من دیگه. پاشو من خسته یه بازاری دارم، رعایت نمی کنم. گوریش برای مشکله، کاشی اونو میبستم، کاشی اونو میبستم، آوی دارا خوشگله، برام کرده. ارزش بکنم. آقای مدیر جانم، میتونم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ میتونی. تو دوست و آشنا تو دکتر اعصاب و روانی خوب سراخ دارید. آخ آخ آخ، الهی بگیردم. مریضی ها؟ من نه، راستش بین خودمون ممونه. بله، این دختر طفل معصوم خودیده، دختر فامیلمون. درسا خانمه میگی؟ خودش اسمش بهتون گفت؟ حالا چه فرقی میکنه؟ شما بگو چطور؟ این بنده خدا مشکل بیماری اسکیزوفرنی داره. چی داره؟ اسکیزوفرنی، برای دوا درم اومدن یه هست. جدی داره میگی؟ بابا بهش نمیخوره و همچی چیزی. بابا این تا نره سراغ عروسکاش اصلا هیچی معلوم نمیشه. یعنی چی سراغ عروسکاش؟ عروسک بازی میکنه اینو؟ آره، ساعت ها میره تو اتاقش با این عروسکاش و دوستای خیالیش هی حرف میزنه، هی میخنده آقا جمال، آقا جمال بیا بریم با هم مشورت. با عروسک مشورت میکنه. آقا جمال بازی میکنه؟ آره. وای وا، بهش نمیخوره، اصلا معلوم نبود از قیافه. شما دو دقیقه بیشتر دیدی شی میگی بهش نمیومد، بهش نمیومد. بابا من شما گفتم من آدم ریزبینی هستم، اتفاقا ریششونم خیلی ریز شدم، ولی همچی چیزی معلوم نبود اصلا ازش. عذاب وجدان گرفتم، نمیدونم چرا اینا رو دارم برای شما میگم. ببخشید مزاحمتون شدم، خودم یه تا دکتر خوب براش پیدا میکنم. با اجازه. ای بابا، یرگه چوقک فکر ما رو مشغول کرد. آره هر کی یه چیزی دستش بگیره بهش میگه چیکار کنه. آره هر کی یه چیزی دستش بگیره. آره بیا آفرین. دورسا
بله ماما. مادر وایسا منم این لباس هم بدم بندازی تو لباس شویی. وایسا بیا دیگه. جاله شما هم وقتی از ورزش میاد سری لباساتون رو میشوره؟ از نظر شما مشکلی داره؟ نه من کلا از دختر تمیز خیلی خوشم میاد. منظورتون رو نمیفهمم. منظورم اینه که نه که خودم به تمیزی و اینا خیلی اهمیت میدم، کلا تمیزی دوست دارم. از ورزش هم که میام درست مثل شما سری میرم لباسامو میشورم. میتونم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ چرا انقدر آروم حرف میزنی؟ بله حرف بزن بشنوم چی میگی؟ میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ شما هم که همش میخوای وقت منو بگیری، بگو. راستش میخواستم یه اعترافی بکنم. اعتراف؟ خب 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 گفته میخوای یه اعترافی بکنی. من خدا گفتم اعتراف، گفتم اعتراف یه مایزی و مخرج زیم و اینجور آقا رضا رو ندیدی؟ میگن ده اعتراف. خب چه اعتراضی؟ اعتراض به اینکه چرا یاران رو نصف شب میریزن مردم خوابن. یه لطفی در حق من میکنی؟ بله بفرمایید. چی؟ چه لطفی؟ دیگه وقت منو نگیرین. یعنی این جمله میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم ازتون نشنوم؟ ولی من همیشه میگم چند دقیقه. وای داداشتو جمع کن. یعنی هرچی بشنوی حقته. خوک تو سر بی مغزت کنم. نصیحت های منو نادیده بگیر، بعدش آبرو همه اونو یه جا با هم ببر. میشه تو کار من دخالت نکنی؟ من خودم میدونم دارم چه کامو کنم. آره میدونی، اگه من سر نرسیده بودم خجل خانم زانوم زده بودت، به عشق افلاطونی تو اعتراف کرده بودت، میرفتی چند شاخ گلم از سبد گل آقا مظفر میچیندی، میمدی مددیش یه دست خالی زشته باشه. Thank you.
وای وا. اوه اوه اوه. سالگرد آشناییمون مبارک. وای مگه سالگرد آشنایی بونه؟ آره دیگه عزیزم، دست در نکن دیگه، همه چی یاد رفته؟ وای آره اصلا یادم نبود، بکنم بخاطر آر بوده که ایده دوست. اصلا من فکر میکردم سالگرد آشناییمون مرداده. مرداد نبود؟ مرداد؟ من مرداد نه، پاییز بود بابا. برگریزونای پاییز که چشمه راد نشسته از جلو پاد جمع میکنه برگ. اصلا یاد رفته کلن همه چیز زدی زیرش. آره فکر میکنی گلشن جون اسفند داره؟ میترسم چشم میکنه. آره گلمون اسفند میخوایی چی کن؟ بای ما سالگرد آشنایی مونه، ببین داره چقدر گل برام گرفته. بله خیلی خوشگلم. ببین میگم خدا شانس داره. آره خدا خدا شانس داره. ببین شما سالگرد آشناییتون مرداد نبود؟ چرا منم میگم مرداد بود؟ نه نه مرداد نبود، پاییز بود بابا. آره گل این همه گل کجا؟ من دارم میرم آشپزخونه وسایلمو جمع کنم، شما هم دیگه این بند و بساتو جمع کنید بعد بریم کویر. آره ماما اسفند پیدا کن. باری کلا داداش عاشق پیشه من به شما نسبت سالگرد آشنایی مونه. مگه مرداد نبود؟ ای منم میگم مرداد بود، داره همش میگه مرداد نبود. آقا مرداد نبود دیگه، من خودم یادمه پاییز بود بهت گفتم ان شاء الله اشک از چشات نریسه مثل برگای پاییزی. اینم حرف قشنگ می‌زدم، پاییز بود. باورت میشه همه چی یادم رفته؟ فکر کنم به خاطر بارداری و ایناست. اصلا من این چهره عاشق پوشه تو رو تا حالا ندیده بودم. وای خیلی براتون خوشحالم، دو تا پرنده عاشق. آفرین داداش. ببین خیلی خوشبختی شوهر به این رمانتیکی داری. آره ببین آرزو پسرم هم مثل پدرش رمانتیک. آخه من میخوام ببینم این چوب خشک سوخته را چه به این رمانتیک بازی. از خوشحالی داره لگد میزنه. اصلا تو قد و قواره دو زیده. چه پسرم خیلی خوشحال شده. خیلی خوش بود. خاک تو سرت عارف. عارف چکا کردی؟ خونت حلال شد بدبخت. بچه ها دست به جنبونین، حالا یه کبیر خواستیم بریم. دیگه چرا انقدر لفتش میدی؟ همه کارم هم که من باید بکنم. آه.
برم یه گلدون پیدا کنم دو بذارم توش. بذارم. ابا سلام آقا عارف. مامانتون گلدوناتون رو کجا میذارن؟ چیزی نیاز داشته سوده جون؟ چرا برو نگفتم وقتی بخوای بیایی تو اتاق من درد بزن؟ امون سالگرد آشنایی مونه، دارا کل حیاتو برام گلبارون کرده. مامانتون گلدونا رو کجا میذاره؟ آها پس آقا دارا براتون گل خریدن؟ نه دارا خریده. چه جالب چون مامی؟ آقا چشه این پسره؟ بگه فقط از سال بد اخلاق نبود. پنج ثانیه فقط بهت وقت بدم. پنج چهار سه. بابا جلال گفته بود دست به این گل نزن. دو گفته بود میخواد بره عیادت. یک. آخ اگه بفهم. خیلی خب بیشین مذاکره کنه، بیشین بیشین حلش میکنه. اون هدفونه بود که دوستش داشتی مالت تو. اسپیکر مشکی رومیزی بود که خواستی. اونم مالت تو. فقط تو را به جون عزیزت جلو زنده داشت هم کلاسیم. سنگی روی خواب نکن. هودی قهوه‌ای هم مخواد. اونو دیگه فکرش نکن. اصلا هم کلاسیم سوغاتی آورده برام. خیلی خوب. پیشین کجا میری؟ باشی اونم مالت تو. تو معامله انجام شد. یا کاری نکنید یا باید وارد معامله نشم. پول من رو رد کن بیا نقد نه. خطرناک هستن. بیل گیتس هم تو رو با این تیپ ببینه 2000 کف دستت نمیذاره که هیچ. یه چیزی هم دستی ازت میگیره. تو اصلا میدونی تجارت چند بخشه؟ شما هم خود تجارت دمادی. اول حسابتو با ما صاف کن بعدش. چقدر میشه؟ تم یک گرامو یه تومن. ثبت گل یه تومن. دو کیلو علیم 400 تومن. بازین اترا بریم میشه؟ 2 تومن و 400. چل دزد بغدادم تو رو میدید توبه میکرد. سر سلطان تخمه بازار ایران نمیتونه کسی کلا بذاره. پول ما رو رد کن بیا جناب آقای تخمه ایران. ما یه از جمعه سر کسی رو کلا نمیله. این اگاه به ما نمیچسبه. تو ترون وقتی حلیم میخوای با سرویس ایاب و زهاب میشه 200 تومن. تازه قسطی هم بهت میدن. اگه 2 تومن ببری یکیش مفتی میشه. بعد تو میخوای این آبزیپو رو به خاطرش 2 برابر از ما پول بگیری؟ وانی میکشه ما میخوره توش پشم و پنبه. بزه حلیم مایزجا نیست که تو گوشت علای گوست رو بکنم. گوشت علای؟ مایزی جمعه از سر کسی کلا نمیده. گفتم خب 200 تومن بیشتر نمیدم. 200 بیشتر نمیدی؟ نمیدم. خودت خواستی. آبرو تا برم. فکر دی نمیفهمم دور از چشم همه بشه. من بگی اینا بخواه اینا نخواه که به پا خودت تموشه. خیلی خب جوش نزن. من رو تو حالا معامله ها با هم داریم. یه بوس ما رو مهمون کن. بوس بعد پول. اینم رسم آشتی کردن اینجاست دیگه. بفرم این پول شما ارادت نکه. آواخ بزرگ شیشم خدمش بس برای آدم نمیذارن که. سلام. سلام علیکم. سلام.
باز میخواد منو بچاپه؟ سلطان تخمه رو میخوای سرکیسه کنی؟ باز چه تقال پر؟ دیوونه؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بنده مدیر همین مدرسه کناری هستم، همین مدرسه که آقا جلال توش تدریس میکنم. پس مدیر اون خراب شده ای که تنظیمات خواب ما رو به هم زده تویی؟ حالا من در جریان تنظیماتتون نبودم، اگر به هم خورده عذرخواهی میکنم، نمیدونستم. حالا بدون دیگه، امر. این شماره تلفن یکی از دوستان روانپزشک خوب بنده هستش. خب این کارت با چه کار من میاد؟ آخه راستش بنده امروز به طور اتفاقی متوجه مشکل دختر خانم شما شدم. مشکل دختر من؟ بله. چرا برای من گل زرد نخریدی؟ تو که میانی من زرد دوست دارم، فراموشی گرفتی تو هم به خاطر شرایط بارداری منه. نه آخه یه خیلی مشکل اصلی امریکاست، بی آبی گرونیه. دختر من مشکل داره؟ سلام. چه مشکلی داره این وسط؟ شما؟ بنده مدیر هستم. به به، من عاشق همه مدیرم. چیزی عاشقم؟ ببین چی میگه؟ چی میگه؟ داشتم میگفتم راستش اسکیزوفرنی یه بیماری روانیه که قابل درمانه. اسکیزوفرنی؟ نه اسکیزوفرنی یه بیماری واقعا خطرناک. ببم فکو بیماری خطرناک. دختر من آخرین باری که عطس زده فقط به خاطر بوی فلفل بوده. بعد داری به دختر من انگ روانی میچسبونی؟ چی به دختر من انگ روانی میزنی؟ چی گفت؟ با اسکیزوفرنی داره؟ به دختر تو؟ به خواهر من؟